سلام. با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های در روسیه، ایران و پاکستان برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کردند که روی تولید انرژی، معدن و زیرساخت‌ها تمرکز دارد. نورالدین عزیزی به خبرگزاری رویترز گفته که این کنسرسیوم شامل 14 تاجر افغان نیز است و این وزارتخانه تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت‌های خارجی امضا کرده که نمایندگی از این شرکت‌ها قرار است برای بررسی پروژه‌های بارزش 1 میلیارد دلار به کابل بیایند. در سحول امشب با مهمانانم در همین رابطه بیشتر بحث می‌کنم، اما در نخست به گزارش در همین مورد توجه کنید. اقتصاد افغانستان پس از آنکه با مشکل مواجه شد، جامعه بین المللی پس از تحول سیاسی نه تنها که بودجه توسعه‌ایش را قطع کرد، بل تحریم‌هایی را در بخش‌های بانکی نیز اعمال کرد. حالا اما امارت اسلامی می‌خواهد که با راه‌اندازی چندین طرح تجارتی بلند مدت بتواند اقتصاد ورشکسته کشور را نجات دهد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت به خبرگزاری رویترز گفته است که آنان کنسرسیوم شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در روسیه، ایران و پاکستان ایجاد کردند. برنامه سفری که ما به روسیه داشتیم و هماهنگی و همکاری که با تجارای محترم داشتیم در افغانستان، یک کنسرسیوم در اول ایجاد شد از 13 یا 14 تجار افغان و فقط زیادتر توجهشان سر مسائل برق بود. به گفته آقای عزیز، این کنسرسیوم که شامل 14 سرمایه‌گذار افغان است، تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت‌های خارجی امضا کردند. قرار است نمایندگان این شرکت‌ها به کابل سفر کنند و پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش 1 میلیارد دلار را بررسی کنند. و پیشنهادی که ما به دیگر تجارای افغان کردیم روی 4 موضوع است. یکی تونل سالنگ است که در حدود 8 کیلومتر بعد ما یک تونل جدید ایجاد کنیم و انتقال یک مقداری از آب پنچیر است به کابل به خاطر آب آشامیدنی و از سرک کابل هرات است، قندهار و هرات، و پروژه سیمش انتقال برق است. این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که تأسیس مجمع شرکت‌ها و زون‌های خاص اقتصادی بخشی از برنامه‌های بلندمدت آنان است. او اذعان کرد که موضوع امنیت پروژه‌ها برای امارت اسلامی یک مسئله است که بارها در کابینه بحث شده است. ایجاد همچو کنسرسیون‌ها و دعوت سرمایه‌گذاران خارجی در راستای سرمایه‌گذاری در افغانستان یک عامل استراتژیک پنداشته میشه در جهت انکشاف اقتصادی افغانستان در حقیقت، و این موضوع یک موضوع خوبی است، ولی نکته اساسی است که هنوز ما در یک خلای پالیسی به سر میبریم، یعنی هنوز پالیسی مشخص را حکومت اعلام نکرده که به اساس از او پالیسی چی نوع مزیت‌ها و چی نوع سهولت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی مد نظر گرفته شده تا اونا علاقمند شوند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید که این کنسرسیوم علاوه بر پروژه‌های معدنی و برق، امکان ساخت تونل دوم را در مسیر بزرگراه سالنگ را بررسی خواهد کرد. همچنین پروژه‌های مثل انتقال آب از ولایت پنجشیر به ولایت کابل و بازسازی شاهراه اصلی کابل غزنی نیز بررسی خواهد شد. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای عبدالحادی فرهنگ رئیس اتحادیه تاجران افغانستان از آلمان و همچنان آقای جنات فهیم چکری تحلیلگر مسائل اقتصادی از طریق خط اسکایپ از ترکیه با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. چکری صاحب اجازه بدین در نخست بحث را با شما آغاز بکنم. کنسرسیومی که جدیداً از جانب وزارت تجارت تشکیل شده را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر واقعا ممکن است که سرمایه گذاران علاقمندی داشته باشند، مخصوصا سرمایه گذاران خارجی که بیاین در افغانستان کار کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت شما و هنگ مردم جاش سلام. اصلا کنسپسیومی که تشکیل شده که دو پاکستان و ایران و بالاخره روسیه است و تاجرای افغانستان هم در او عضویت دارند، مهمی است که پروژه های بزرگی که اگر راه اندازی میشه در افغانستان یکی از شرایط‌های بانک جهانی است که اونا در داخل تشکیل بانک جهانی یک بخش به نام بیمه دارند که اگر او بیمه در قراردادهای بزرگ نباشه، کشورها به سادگی جرأت نمی‌کنند که وارد تعاملات و قراردادهای بزرگ شوند. در صورتی که تعاملات سیاسی یک اندازه حرکت میکرد، باز ما زیادتر امیدوار میبودیم به تطبیق همچون پروژه ها. باز هم چون چین و روسیه کشورهای هستند که اونا در مسائل اقتصادی خود از خود استقلالیت خود را دارند و حال از لحاظ سیاسی هم یک اندازه تقابل میان امریکا و روسیه وجود داره که احتمالا نماینده چین هم برند به مسکو و بعضی توافقنامه‌ای را امضا بکنند در مقابل امریکا با عضویت هندوستان هم همراهشان میباشند. وقتی که این تقابلات رو میبینیم، باز ما برای مجرد میدن که در صورتی که چین یا روسیه با افغانستان تعاملات سیاسی و یا اقتصادی را داشته باشه، باز مجرد میتونن که تعاملات را انجام بدن. اما تفاوت‌ها باز یک چیز میباشه که در صورتی که کدام نواقص در جریان قرارداد پیدا میشه یا بعضی مشکلات در جریان قرارداد پیدا میشه، دعوت یک حالت باز این کشورها حق زیر نداره که باز عریضه خود را به محکمه تجارتی بین المللی ببرند. یعنی تضمین اجرایی سطح سازمان مللش کاهش پیدا میکنه. میشه در بین خود هر نوع شرایط قرارداد از قبل در قرارداد طبق قانون تدارکات، چون خود قرارداد مواجهه به دو طرف است، در قرارداد شرایط خود را ذکر بکنم، شاید با مشکلات مواجه نشن. اما ما در قرارداد گذشته که با چین و با روسیه داشتیم، مثل قرارداد مساینک و گاز و نفت که با روسیه داشتیم قبلا، اونا در جریان قرارداد بعضی مشکلاتایی را اونا برای مردم نشان دادن و خصوصا برای وزارت معادن که ما مشکلات است و قرارداد را اجرایش متوقف ساختن. در صورتی که اگر به این مشکلات مواجه شوند، باز حق ازیر ندارند که به نهادهایی که مربوط سازمان ملل متحد است در اوج باز نمیتوانند که اینو عارض شد. بله، حالا سوالی از چکری صاحب که وقت وضعیت افغانستان به خاطر ایجاد همچون کنسرسیوم مساعد نیست، بر اساس چه قانون این کشورها علاقمند شدن یا حاضر شدن که بیاین در افغانستان یک مقدار پول گزاف را سرمایه گذاری بکنن؟ خب وقتی که امریکا از افغانستان رفت، چتر اقتصادی و سیاسی افغانستان خالی ماند. یعنی از لحاظ همون کشورهایی که 5 کشوری که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، تعاملات نزدیکی خود را افغانستان با امریکا داشت. امریکا که از افغانستان رفت و گفتند که دیگه منافع خود را در افغانستان نمیبینیم و امارت اسلامی هم نیاز به مخارج داره، به پول داره، پولش امریکا هم نمیده. روسیه هم به مشکلات با اوکراین مواجه است. فقط چین میمانه که با او بتانیم ما تعاملات تجارتی خود را انجام بدیم، چون کشور چین یک کشور مقتدر از لحاظ نظامی و اقتصادی بعد از امریکا است. در صورتی که چین بخواهد تعاملات با افغانستان انجام بده و این تعاملاتش مبتنی بر صداقتشان باشه، مثل افریقای جنوبی وارد نکنند که مردم را تمام معادن زیرزمینیشان را به غارت بردند به نام قرارداد و فعلا افریقا نان خوردن خود را ندارند، که اون دو کار را در افغانستان نکنند. اما منافع افغانستان در تسجیل قرارداد در نظر گرفته شود و قراردادی که با کشور چین یا از طریق پاکستان و یا مستقیم با روسیه و مستقیم با چین صورت میگیره، در اون یک حالت باید متخصصین قرارداد در اوج حضور داشته باشه که چینایی‌ها یک هنر دارند که بازی با کلمات را بسیار خوب بلد هستند. در بین قرارداد بعضی نقاط را اونا اضافه میکنند که در شروع و جریان امضا کردن قرارداد او را به سادگی که افرادی که مسلکی نباشند متوجه نمیشن. باز بعدا اون نقاط را میکشند، برشان میگه که ما این رقم موضوع را میچنشته کرده بودیم، طبق از این مواد ما میخواهیم که قرارداد را یا متوقف بتیم یا پروسس را قرارداد را در داخل افغانستان نکنیم و بر نحوی که اونا خواستند باز به نفع خود را میتونن بچرخانند. اینی مواردان وزارت معدن و یا در نهایت بخش تدارکات ملی که اگر در نظر بگیره باز مشکلات را که شما ذکر کردین او مشکلات و قدر زیاد جدی نیست، چون حال همون نظم کلی جهان برهم خورده، نه روسیه و چین و نه امریکا به او منشور شورای ملی سازمان ملل متحد به معاهدات بین الدول خصوصا به نهادهایی که اینا را منسجم ساخته بودن یکی از اینا متحد و متفق نبودن. ما شما شاهد جنگ‌های اوکراین هستیم و از طرف دیگه هم تشویق امریکا که تایوان را تشویق میکنه. این کل مواردهایی هستن که زیاد اونا پابند به حقوق بین الملل عمومی نیستن. اگر این قراردادها در افغانستان چین و روسیه بخواهد با افغانستان انجام بده مشکل وجود نمی داشتم. تشکر، سپاسگزارم. فرهنگ صاحب شما را به بحث خوش آمدید میگم. میخوایم دیدگاه شما را هم داشته باشم. آیا وضعیت افغانستان به خاطر دریافت چیز حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری آماده شده و سرمایه گذاران خارجی میتونن در این شرایط سرمایه گذاری بکنن؟ سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن قدردانی و تشکر از شما جناب آقای احمدی عزیز و همکاران محترمتان و از طریق شما ملت بزرگ و عزیز افغانستان و برادر عزیز ما جناب دکتر صاحب چکری، شخصیت فاضل و دانشمند، سلام و احترامات ادا میکنم. خدمتتان عرض کنم که موضوعی را که جناب وزیر محترم تجارت و صنعت جناب آقای عزیزی فرمودن، این یک موضوعی است که ما از سالهای متمادی تاجرای خیلی بزرگ داریم در کشور روسیه و فعالیت میکنن که این تاجرای ما اکثرا صادرات از کشور چین به روسیه دارن و در زمینهای مختلف کار میکنن و یک سرمایه عظیمی دست از این تاجرای ما هست. دیگه آقای عزیزی فرمودن که ما یک تعداد افغانها و تاجرایی که در کشور روسیه است و یک تعداد تاجرایی که من خدمتشان صحبت داشتم، در تاجرها را البته صحبت داشتم، در کشور ایران هم هستند که کار نفت و گاز و پتروشیمی میکنن از سالهای متمادی تاجرای ما که یک تعداد از زیر ما صحبت داشتیم، جلسه داشتیم. این تاجرای ما، جمعی از تاجرای ما که در روسیه بودن با آقای عزیزی صحبت داشتن و علاقمند هستن که سرمایه هایشان که در کشور ایران یا در روسیه هسته این تاجرها بیاره به شکل کنسورسیوم. قبلا هم اعلان شده بود که کنسورسیوم یا تشکیل دادن، به اساس کنسورسیوم در خصوص برقرسانی و در خصوص زیربنایی و پروژه‌ای را که دولت برای ازیا معرفی میکنه از طریق وزارت تجارت در اونجا سرمایه گذاری بکنن. این یک بحث مجزا است، یعنی بحث از دولت روسیه یا دولت چین یا دولت ایران، یعنی بحث دولت ها نیست. این سرمایه گذاری از اتباع خود افغانستان است. البته اتباع کشورهای ما در اروپا، در امریکا، در جاهای مختلف سرمایه بزرگی دارند. اگر به این شکل شود که وزارت تجارت پیشگام شود و اینا را دعوت بکنه بیا در کشورشان سرمایه گذاری بکنه، این خیلی گام مثبت، ارزشمند، ارزنده در تجارت افغانستان میشه، چون افغانا خودشان کشور خود را درک میکنن، به اساس همون موازیر و مشکلات هم که میباشن و مشکلات هم میتونن پیش سر بگذارن و نیروهای بومی و مردمی که دارن در اونجا، خیش قوم مردمایی که دارن، توسط ازوار استخدام بکنن و کارهای خود به افغانستان سرمایه‌گذاری خود داشته باشن و کارخانه‌های کوچک خرد ایجاد بکنن که کارخانه‌ها باعث میشه که اشتغال و کار در افغانستان ایجاد میشه. یک گام مثبت و ارزنده است. ای کاش در طول همه سال‌های کار انجام میشد. این کار ما کار فعال نیک و کار ارزنده میدانم. بحث دوم که من خدمت شما میتونم خلاص عرض کنم، بحث کشور روسیه یا کشور چین یا کشور ایران یا کشورهای دیگه که اگر بخواید، یا کشور پاکستان که جناب دکتر صاحب فرمودن بخواید در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، ما شما شاهد هستیم که در طول 30 سال هیچگاه کشورها نامده سرمایه گذاری بکنن. البته شرکت هاشان بوده سرمایه گذاری کردن. مثلا ما ترانسمیشن لاین برق داشتیم از کابل تا حیرتان، از حیرتان ترمز، ترمز تا صفحه سشن که در نزدیکی تاشکند بود، این حدود سال 100 میلیون دلار پروژه بود که بانک جهانی، بانک توسعه آسیا یا تمویل کردن. مثال کشور که آرتیسی شرکت ایندی آمده اجرا کرد، یعنی باز ایندی آفتند ما اینجا پروژه اجرا کردیم، اما نه ای آمدن پولهایی که بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و دونرهای بین‌المللی در حقیقت پروژه تعریف میکردن به می شکلی پروژه ها را اجرا میکردن. یا مثال راه تورخم جلابات خود پاکستانی آمد، دونرها کمک کردی راه را انجام دادن که البته مشکلات زیاد هم در راه بود به دلیل توناژ زیاده. به اون خاطر اکثرا کشورها و خودشان وارد نمیشه، شرکت هایشان وارد میکنن. اما ما دو جنبه را که یکی تاجرها باید دعوت شد و یکی کشورها مگر به شکل کنسرسیوم، مثل شرکت افسوتر ما داشتیم با روسیه تفاوضات داشتیم، قبلا با روسیه با وزارت تجارت مشترک شرکت بین المللی افزودتر. به این شکل اگر شود که شرکت های بین المللی به شکل حمل و نقل بین المللی بین روسیه، افغانستان، بین چین، بین کشور پاکستان اگر با وزارت محترم تجارت مثل قدیم ایجاد شود، باز هم این شرکت ها بسیار خوب از خدمت در خصوص خدمتگزاری و بخش خصوصی رقابت سالم داشته. این کار ارزشمند و خیلی خوبی خواهد شد. سپاسگزارم از ادامه این بحث پس از وقفه. باز هم خوش آمدین. چکری صاحب، گفته شده که بخش های خاص را قرار است که همین کنسرسیوم زیر کار قرار بده و در اون سکتور کار بکنه. چیزهایی هم نام برده شده مثل بخش هایی که مربوط پروژه های معدنی و برق، پروژه های زیربنایی، مخصوصاً به چند چیز خاص مثل ساخت تونل دوم در مسیر بزرگراه سالنگ و همچنان انتقال آب از پنجشیر به کابل گفته شده. میخوایم بپرسم که به دیدگاه شما در حال حاضر اولویت های افغانستان که نیاز داره هر چه زودتر رویش کار شود، چه چیزایی است که حداقل می کنسرسیوم اگر قرار باشه او قسمت کار خود را شروع بکنه بیشتر میشه مفید تمام شود؟ خب اصلا فعلا در تمام کشورها که در حالت ازی هستند که به موفقیت دست پیدا کردن و به ثبات اقتصادی رسیدن، اونا از بخش زراعت و پیش رفتن در یک اندازه کشورهایش هم زراعتی و صنعتی شدن، بعد از او با صنعتی میشه و بعد هم صنعتی زراعتی. اما افغانستان متاسفانه که در حدود 10 میلیون هکتار زمینی که داریم تنها از 2 میلیون از او نیمچه استفاده میشه در بخش زراعت. اگر همین کنسرسیومی که شما گفتیم در بخش مدیریت آبها هم توجه بکند، ما ظرفیت‌های بسیار خوبی را داریم به خاطر رشد زراعت در افغانستان که وزارت زراعت هم به خاطر یگان سردخانه تلاش بکنه. بسیار یک زمینه خوب است که ما زراعت خود را معیاری بسازیم و بسیار از مرحله اقتصاد زراعتی بریم به طرف زراعتی و صنعتی. پروژه های زیربنایی بسیار مهم است برای افغانستان. پروژه هایی که شما نام گرفتین خصوصا در بخش از اینکه آبهای افغانستان درست مدیریت شود و زراعت هم فعال شود، این بسیار مهم و ارزنده است. و ساخت تونل هم به خاطر راههای مواصلاتی و سکتور ترانسپورت پروژه های مهم است. یعنی هر قدر که ما به طرف بازسازی و نوسازی پروژه های زیربنایی توجه داشته باشیم، به همان اندازه میتونیم به خودکفایی برسیم، به ثبات اقتصادی برسیم. و اگر در بخش های تولیدات هم فکر شود و چون ما فابریکای بسیار زیاد داریم و بسیار فابریکایی را داریم که با مصارف بسیار کم میتونه که اونا فعال شود. مثلا در 10 میلیون دلار میتونیم فابریکه نساجی بگرامی را فعال بکنیم، سالانه 19 میلیون متر تکه تولید میشه. به می ترتیب فابریکایی است در حدود 5000 فابریک است که سر از اون مگر کار شود هم به امکانات کم ضرورت است و هم مردم پرشان کار پیدا میشه و هم وقتی که کشور تولیداتش بیشتر شود باز ثبات پولیش به شکل نرمال و به شکل اساسی حفظ میشه. با ضرورت به این نمی باشه که امریکا یا دیگر کشورها اما ارزش افغانی ما را شکل مصنوعی نگاه بکنند. اگر شما دو هفته پولایی که در سرای شاهزاده وارد میشه همین را قطع بکنید به شکل بسیار جدی افغانی افت میکنه در مقابل ارزهای خارجی. مهمی است قسمی که استاد محترم فرهنگ صاحب فرمودند، این پروژه ها که باید هنوز هم ناوقت شده، باید از قبل آغاز میشد و حکومت قبلی هم باید این ابتکار عمل را در دست میگرفت. یا این که امارت اسلامی آمد در ماهای اول حکومت خود اگر توجه به بخش میکردن مردم افغانستان فایدهشان بیشتر میبود. یکی ها هم اقدام کردن و این اقدامشان مبتنی بر صداقت جانبین باشه، چون او بعضی شرکت ها سهامی میباشه چند ملیتی است که در او باز اعتنا شده که مثل که در بعضی قراردادها کشور چین یگان از امو هنرهای خود کار میگیره، اونو مشکلات ها در قرارداد نباشد، تدوین قرارداد از طرف افراد مسلکی و متخصص صورت بگیره، این پروژه برای افغانستان آب حیات است. بله، حالا چقدر واقعا ممکن است که وقت زمینه سازی برای از این کارهای بزرگ میشه کارش هم شروع شود؟ حتی در گذشته ها مثل که شما اشاره کردین چین چندین پروژه را در افغانستان آغاز کرد، مثل پروژه مس عینک، اما با وجود از اینکه چیز بیشتر از 10 سال از آغاز کار و پروژه شروع میشه هنوز هم کارهای عملی در مس عینک دیدن نمیشه. چه تضمینی وجود داره که واقعا وقتی که تعهد میشه، وقتی که تفاهم میشه، شاهد کار عملی هم باشیم؟ میشه که دایت پروژه وقتی که تدوین میشه میاد برش قید شده و نظر به قوانین تهیه و تدارکات، خصوصا در قوانین که از روش باز بین المللی استفاده میشه، در اوجه فرما ها و چکلیست ها هست که این پروژه در کدام وقت کارش شروع میشه و در کدام تایم این پروژه کارش ختم میشه. در صورتی که باز شرکتی کارا را انجام نده او جریمه میشه. متاسفانه که حکومت قبلی پروژه‌ای که از مساینه که شما یادآوری کردین قراردادش در وقت عقد شد، یک قسمت کار شروع شد، باز بعض موادهای یا آثار عتیقه در اوج بر آمد و به خاطر کارش معطل قرار داده شد و این شرکت تا هنوز جریمه نشد. اگر اما که پیشتر می کلمه صداقت را گفتم، دو اگر صداقت دو طرف باشه مطمئن هستم که برای هر دو طرف مفاد می باشه. اما از تا جایی که من میبینم چین و روسیه در برخورد با پروژه اقتصادی اما اهداف سیاسی خود را میخواهد پیش ببره. برای امارت اسلامی پروژه را نشان میده که ما پروژه بزرگ در افغانستان انجام میدیم و در پالویش میخواهد که روابطشان نزدیکتر شود با چین و روسیه از امریکا، اما مسیر امارت اسلامی دور بخوره به طرف چین و روسیه. یعنی اهداف تجارتی اصلا در این پروژه ها تا فعلا کم دیده شده، زیادتر اهداف سیاسی دارند که مطمئن شوند که از لحاظ باید با چین و روسیه نزدیک شوند. یعنی اگر یا بخواهیم که واقعا اهداف تجارتی خود را صادقانه انجام بده، باز بعد از اون ثبات اقتصادی خود به خود حفظ میشه. سپاسگزار هستم فرهنگ صاحب. یک سوال دیگر که وجود داره اویی است که چطور منافع سرمایه گذاران در این میان میشه حفظ شود؟ حالا قرار است که یک تعداد از سرمایه گذاران بیاین در افغانستان یا خط دوم تونل سالنگ بسازن یا یک پروژه کلان زیربنایی برای افغانستان، چی در بخش انرژی، چی در بخش معدن، چی در قسمت مدیریت آبها بسازن. اما چطور قرار است که این شرکت ها خودشان منافعشان را دریافت بکنن؟ آقای احمدی عزیز، ما سوال خیلی خوبی کردیم. چیزی را که ما میخوایم خدمتتان عرض کنم که اولا این حرکت وزیر تجارت حرکت مثبت و خوبی است که تاجرها را انسجام میده، سرمایه خانه برای افغانستان بیاره، اگر کم هم میارن، اگر سرمایه گذاری کم هم صورت میگیره، این کار ارزشمند است. موضوع دوم، مسئله چیزی را که ما فعلا مشکل داریم در افغانستان قانون شفافیت قانونی است برای تجار. با تاجرای خارجی قوانین شفاف برایشان تعریف شود که وقتی که وا میخوان سرمایه گذاری بکنن، برگشت سرمایهشان، تضامین سرمایهشان. اما طوری که استاد عزیز ما جناب چکری فرمودن، ما در قالب بانک جهانی یک بیمه داریم به نام بیمه میگا. این بیمه میگه اگر شبکه ما در خصوصی تونل سالنگ یا تونل دوم سالنگ که شما فرمودین دو پول یا میلیاردها ضرورت نداریم. ما چیزی که اونجا نیاز داریم اونجا به شکل تکنولوژی است، دانش فنی است. ما در تونل دوم سالنگ باید فیزیبیلیتی استدی یا مطالعات دقیق علمی اونجا صورت بگیره، بعد از مطالعات دقیق علمی اونجا فاینانس شود به کشورها یا به شرکت‌های بزرگ به شکل بیوتی یا بیو داده شود که مثال شما شاهد هستن که بعد از جنگ دوم جهانی آمریکایی آمد تمام سرک‌ها و اتوبان‌های بزرگ فرانسه را مثال ساخت و در اونجا مثلا دروازه ها بذاشت، از اون مثلا تکس میگرفت و در حدود 20 سال یا 30 سال این پیسه به سرک فایده کم کرد. امی یعنی برگشت سرمایه بیوتی، برگشت سرمایه در طولانی مدت به شکل کم. اگر مثلا تشویق شود شرکت های بزرگی که دارای تکنولوژی است، ما دانش فنی نیاز داریم، تکنولوژی نیاز داریم، کسانی که او دستگاه های بزرگ افاری یا داخل تونل ها را به شکل سیستم های بسیار پیشرفته میرن و داخل تونل، و اگر ما با او شرکت ها را تشویق بکنیم، او کشورها را تشویق کنیم که بیا در تونل سالنگ سرمایه گذاری دانش فنی بکنن و دستگاه ها را بیارن و همین خود تکس شد، خود دروازه های را که طرف میتونن بگذارن در طول 20 سال یک تکس بگیرن، خیلی یک تکس کم از مردم بگیرن، در طول 20 سال به سارک فایده عظیمی وام میکنن. اینا میگن به شکل بیوتی، برگشت سرمایه در طولانی مدت. اینا میتونن که کشورها علاقمند است و مثل بیمه ملی افغانستان که شریک بیمه لویس لندن است، میتونه که خود بیمه ملی افغانستان با همکاری بیمه لویس لندن همه شرکت ها را هم دانش فنیشان، هم سرمایه گذاریشان، هم نیروی کاریشان، هم برگشت سرمایهشان در طول 20 سال یا 10 سال که تفاهم میشه یا را بیمه بکنه. بیمه خیلی ارزشمند است و در صورتی که در فاز اول قوانین تجارتی، قوانین سرمایه گذاری در افغانستان باید شفاف سازی شود، باید قوانین مشخص شود. یک تاجر که میخواد یک کشور نگاه کنیم، مسئله تاجر نیست. ما چرا خدا به حرفا بازی کنیم، با کلمات بازی کنیم؟ باید بریم سر اصل موضوع. در طول 30 سال، 40 سال در افغانستان ما همیشه اگر فکر کنم در 50 سال از در افغانستان با کلمات بازی میشه، هیچ نتیجه هم نگرفته و همیشه مردم از این مسئله دل سرد شده. بهترین زمان است که ما فعلا تشویق بکنیم مردم، کشورها را، شرکتها را، تکنولوژی را به شکل اشکال مختلف بیمه شوه و قوانین برشان شفاف تصریب بکنیم. اما سوال در این قسمتی است فرهنگ صاحب، بسیار معذرت میخوایم، سوالی است که با در نظر داشت هر مورد دیگره، اگر سرمایه گذاران چه اشخاص هستند، چه شرکت های چندین ملیتی هستند، چه کشورها میخواهد که در اینجا به سرمایه گذاری بکنند، آیا فکر میکنین که اصلا سرمایه گذار طرفدار از این باشه که در یک کشور مثل افغانستان که ثبات تضمین شده نیست، بیا یک پروژه کلان را سرمایه گذاری بکنه و منتظر باشه سالها تا بتونه منافعش را از چیزی که سرمایه گذاری کرده به دست بیاره؟ جواب شما را میداشته باشم اما پیش از آن وقفه کوتاه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین، بفرمایید فرهنگ صاحب. مجلس خدمتتان عرض کنم بانک توسعه آسیا مرکزش در مانیلاست، مانیل. او بانک به خاطر همین ساخته شده که در پروژه های بزرگ زیربنایی در آسیا فند بده، فاینانس بکنه و وظیفه‌اش هم است و خود بانک توسعه آسیا علاقمند است در پروژه زیربنایی مثل تونل سالنگ فاینانس بکنه. اما باید ما کشورها یا شرکت‌های بزرگ مثل زمنس، مثل الستون، مثل ای بی بی، مثل شرکت‌هایی که لامایر که یعنی انجینرهای مشاور هستند در خصوص فیزیبیلیتی استدی، ما شرکت‌های نظارت کننده استاندارد بین‌المللی که در خصوص تونل ها کار میکنن در کشورهای مختلف داریم. ما این شرکت ها را بیاریم و بانک توسعه آسیا بدون مسئله بانک جهانی را مگر ما مطرح بکنیم، مسائل سیاسی دو بانک جهانی بسیار اولویت داره، بانک توسعه آسیا میتواند سریع در پروژه تونل سالنگ بخش دومش 100% سرمایه گذاری بکنه، فاینانس بکنه. و ما باید اول کوشش بکنیم بانک‌های بین‌المللی مثل توسعه آسیا را جلب بکنیم، بیا برای یک پروپوزال بدیم، یک اسناد بدیم. ما پروژه ما آقای احمدی پروژه ملی سعی ربطی به سیاست نداره. اگر ما امروز مسند قدرت هستم فردا نیستم، کسی دیگه است، هر کی باشه پروژه ملی منافع ملی است. اگر بتوانند دستاندرکاران اقتصادی که فعلا در مسند قدرت قرار دارند به بانک ها و به جهان ارائه بدن که پروژه ربطی به سیاست نداره و منافع ملی است. شما ببینید که صدها نفر در پروژه در زمستان که میشه در تونل سالنگ دو طرفی طرف در تکر موترها میمره، ما شما صدها نفر در تلفات داریم در تونل سالنگ همیشه. اگر این به شکل یک دقیق به شکل اساسی به بانک جهانی و جهانیان و کشورهای مختلف به اساس منافع ملی تعریف شود و پروپوزال داده شود و از مشکلاتی که ما فعلا در تونل سالنگ داریم برای ازا ارائه داده شود و بعدا هم شرکت های بزرگی هست که اگر بانک جهانی یا بانک توسعه آسیا بانک های ملی بین‌المللی دیگه نمیتونه فاینانس بکنه، شرکت های بسیار بزرگی هست که بیایی پروژه های ملی را فاینانس بکنه و به شکل کم کم و به شکل بیوتی یا بیو میگن که مثال میتونن که به دولت تحویل بدن پروژه را، بگن که اینقدر میلیارد شد، باز دولت آیسا آیسا پول از همین تکس هایی که از جا میگیره دولت متضمن یا ضامنی ازی باشه، باز به ضمانت دولت پول به اون شرکت ها پرداخت میکنه. یعنی شیوه های مختلف وجود دارد. حالا بحث می از فرهنگ صاحب وقتی که دولت ها در افغانستان متزلزل هستند، ثبات سیاسی وجود نداره، بر اساس چی منطقه یا بانک توسعه آسیایی یا هر سرمایه گذار دیگر حاضر به این شبکه در افغانستان سرمایه گذاری کنه؟ اولا خب بانک توسعه آسیایی وظیفه‌اش از 100% سرمایه گذاری باید بکنه منافع ملی سیر در افغانستان. فعلا در تونل سالنگ در مناطق مختلف قدر امنیتی است که در بسیار کشورهای آسیایی امنیت وجود نداره. حالا ما چرا چشم‌پوشی کنیم، چرا برای دنیا دروغ بگیم؟ تونل سالنگ کم مشکل داره نه جای دیگه داره. باید 100% یا تشویقشان سرمایه گذاری به خاطر منافع ملی میکنن. یک بحث اساسی که در افغانستان است بحث خلای قوانین است، خلای قوانین اصلاح بکنن. و یک مسئله دیگه هم است که ما اگر بگیم که 4 تا تاجر از روسیه و 5 تا تاجر از ایران و 21 تاجر هم از پاکستان ما میاریم این کارا میکنه، این کار تاجر نیست. تاجر نمیتونه، تاجر سرمایه خود و خون دل پیدا کرده، یک درکان تانکر نفت در روزی برده آورده، یک پولی را مثال در بانک آورده، بانک ها همیشه مشکل داره، اون نمیای کارا بکنه. شما خاطر جمع باشین که در پروژه بزرگ میلیاردی مثل پروژه سالنگ یا تاجر کار تاجر نیست، کار دولت است. دولت باید شریک بکنه شوه با شرکت های بزرگ بین المللی که تکنولوژی دستشان است، مثل زمنس که در خصوص تونل زمنس یک رقم سیستم های نوی را ایجاد کرده که در دل کو میره، بسیار به شیوه های مختلف کو را مشگافی میکنه و خود به خود در و سیستمی که داره به شکل نلدوانی که داره بیشتر خاک از رو خود به خود به شکل اتوماتیک رباتیک و خاک بیرون میکنه. به اون خاطر ما تکنولوژی نوین باید بگیریم و این تکنولوژی نوین ای کار متکی به یک هدف به یک برنامه‌ریزی خوب است. نگاه کنین وزارت تجارت افغانستان فعلا تاجرها را دعوت کرده، همه را انسجام داده، بسیار کار شایسته‌ای کرده، خدا خیرشان بده. اما یک تیمی مدیر مدبر بگذاره که در خصوصی پروژه های بزرگ جلب سرمایه گذاری بین المللی شود، جلب سرمایه گذاری بانک ها شود. به خاطر چی؟ به خاطر منافع ملی. این ربطی به شناختن امارات اسلامی یا نشناختن امارات اسلامی یا دولت فعلی یا دولت بعدی ربطی به اون نداره. این منافع ملی افغانستان است. ما آقای احمدی یک آمار براتون بدم، که از دوستای ما برای ما گفت در طول مثال 1 سال 1.5 سال بیش از 13,000 نفر افغانهای ما بیچاره یتیم کلا که با پایلش و پایچی آمد در مرزای ایران، ترکیه تا یونان دمی راه ها میگه 13000 نفر تا لاهماره که دولت ها گرفتن مردن. و خاطر چی مردم رفت از بیچارگی در آغ غرق شدن در مرزا مردن؟ به خاطر بیکاری. اگر این پروژه ها بسیار به خوبی به دنیا توضیح داده شود که ما 13000 نفر تانا در راه ها مردم بیچاره خرد طفل مردن و بیانین این پروژه ها را شما فاینانس کنین که هم منافع مردم حفظ شود هم کار اشتغال ایجاد شود. اگه این پروژه شروع میشه زمینه کار اشتغال ایجاد میشه. من یک چیز بزنم که ما همیشه در افغانستان ما افغانا خود بازی میدیم، خود فریب میدیم. ما رفتیم که 4 تا تاجر شیشتیم اون قدم اون را انکشاف میدیم که تمام دنیا را که نه فلانی را دیدیم این قطعی بغل کشید قطعی بغل کشید. این دیتون نمیشه. تاجری افغانی تاجری ما تکنولوژی دست ما نیست، دست هم پاکستانیش هم نیست، دم کشورهای همسایه ما تکنولوژی نوینه نداره که مثلا هر روز تکنولوژی تغییرات میکنه. ما باید بریم دنبال تکنولوژی نوین به خاطر منافع ملی و به خاطر از اینکه در تاریخ نام نیکو وانیم. امی که ما فعلا در انسجام تجارت مثلا وزارت تجارت افغانستان نقش داشته ایران به نیکویی یاد میکنم و بریم کار بکنیم که مردم افغانستان در طول تاریخ همو حکومت همو زمام داره در طول تاریخ نام نیکو یاد کنه. این به یک هدف و یک برنامه علمی نیاز است که باید دقیق ما خیلی سریع پیاده بکنیم. ممنون، سپاسگزار هستم. چکری صاحب، در حال حاضر حکومت حاکم در افغانستان چه برنامه‌های تشویقی را به خاطر سرمایه گذاران که علاقمند شان بیاین در افغانستان و کار بکنن میتونه شکل بده؟ جواب شما را میده باشه، ما پیش از آن وقفه کوتاه. به ادامه برنامه بازم خوش آمدین. فکر میکنم که در قسمت قبلی برنامه ارتباط ما با آقای چکری دچار مشکل شده بود. چکری صاحب، بازم میخوایم که سوال را مطرح بکنم. در حال حاضر برنامه های تشویقی را که حکومت حاکم در افغانستان بر سرمایه گذاران میتونه ترتیب بدن چه راهکارهایی است؟ بله چکری صاحب، صدای ما را دارین؟ بله، فکر کردم قطع شد. خب امکانات فعلا نسبت به گذشته ها بسیار زیاد است در افغانستان. یک از علتهایی که در گذشته ها پروژه به ناکامی مواجه می شد، دولت هم بودجه خود را به مصرف نمیتونست برسانه، دو دلیل عمده داشته که بحث ناامنی بود، دوم فساد بود که هر دو موضوع فعلا به شکل جدیش کاهش پیدا کرده و نظر به گذشته فعلا امکان سرمایه گذاری در افغانستان زیاد است و مردم هم علاقمند است. فقط بحث شناخت امارت اسلامی است که اون مشکل هم سرش امارت اسلامی کار بکنه به سادگی میشه که او یک راه حل معقول و مثبت برش پیدا شود. خب کشورها از معیارات لازمه که کار میگیرند و اون نتیجه میده 5 استراتژی را همزمان انجام میده: استراتژی بانکی، استراتژی مالی، استراتژی صنعتی، استراتژی تجارتی و استراتژی هستند که استراتژی ها همزمان عملی شود و کشور ثبات اقتصادیش حفظ میباشه، هیچ وقت به سقوط و یا به رکود اقتصادی مواجه نمیشه. بله، مشخصاً بسته هایی را که در حال حاضر فعلا تلاش میشه که همین کنسرسیوم بیاید در افغانستان کارشش رو بکنه، بدون شک اعضایی که در امی حلقه هستن نیاز دارن به بسته های. چه کارهایی را میتونه که حکومت انجام بده؟ فکر میکنم که بازم ارتباط ما با آقای چکری دچار مشکل شده. میخوایم این سوال از شما مطرح بکنم فرهنگ صاحب، چه کارهایی میتونه حکومت انجام بده؟ حکومت کنسورسیوم که شما فرمودین قرار است که یک خط دوم ترانسمیشن لاین از ترکمنستان به ولایت هرات سرمایه‌گذاری بکنن که یکی از اهدافش است. چند تا پروژه دیگر هم. اولا باید حکومت در بخش‌های مختلف خصوصا وزارت محترم معادن باید پروژه را شفاف به تاجرها ارائه بده. یک. موضوع دوم، این کنسورسیوم ها میتونه شاخه های قوی سرمایه گذاری های خارجی را آیسته جلب بکنه در کشور و دولت باید در خصوصی تضامین داخلی هم در بخش بیمه، هم در بخش بانکداری، هم در بخش برگشت سرمایه باید برای سهولت ها بیاره. تجارت فعلی در افغانستان تجارت صرافی است، تجارت سنتی است، تجارت صنعت نیست. یعنی تجارتی نیست که صنعتی باشه، السی افتتاح شود، با بانک‌های بین‌المللی ارتباطات خوب قائم شود که ما بتانیم تکنولوژی وارد بکنیم. فعلا تجارت افغانستان تجارت صرافی است و حواله کردن است و فرستادن است و جنس آوردن است. یا در خصوص مواد غذایی یا مواد اولیه خوب است، اما در خصوص مسائل صنعتی اگر بیاریم به خاطر بازسازی، به خاطر ساخت ساز، به خاطر مسائل زیربنایی در افغانستان باز نمیتونه که بانک‌ها کارایی داشته باشن، نمیتونه ما کارهای ارزشمندی را انجام بدیم. باید دولت در خصوص تشویق و ترغیب بانک‌های بین‌المللی و بیمه‌های بین‌المللی و تاجرها را به اساس یک اصول و به اساس یک سیستمی قوانین خیلی مشخص. مثال آقای ماتی محمد صدرزاده مالزیا بود، هر تاجر خارجی که می آمد در میدان یک تیم براش درست کرد، میرفت تاجرها را میارد میشوند در هتل، با او جلسه میگرفت، صحبت میکرد، تمام خواستای زوره یک تیم 3 نفره براش میگذاشت، 3 نفر میرفت همه جای انجام میداد و سرمایه زیاد می‌آمد کار میکرد و واره حمایت میکردن. یک چتر برای ایجاد میشه. اگر بتانن که به شکل الگو بگیرن، از کشور اسلامی هم است و در مسائل بسیار مشترکات خوب با ما شمالی زیاد داره، ما میتونیم بسیار مسائل از او چی بگیریم، الگو بگیریم. و همچنین در خصوص صادرات افغانستان به می شکل به کشورهای مختلف ما باید نمایندگی ها ایجاد بکنیم که اجناس ما صادرات بکنیم. متاسفانه در طول 40 سال ما نمایندگی های تجارتی که در خارج از کشور داشتیم، یا بچه وکیل بود، یا خوار وکیل بود، یا مادر وکیل بود، یا از وزیر بود، یا از رئیس اداره امور بود، یا سرورای رئیس اداره امور بود، یا از شورای امنیت بود. از این بدبختا که کشور به بدبختی و چالش کشاندن از زیاد بود. آلی بتانن مثال مردم صادق و سالم و خوبه در کشورهای مختلف بفرستن که اما توسعه اقتصادی خود و صادرات خود انکشاف بدیم. از ما شده پاکستان یک کشور صنعتی که همیشه هر جنسی که ما داریم باید پاکستان بفرستیم و یک بسیار پیسه کم و یک چیز بسیار ناچیز برای ازو عرضه بکنیم، بازوها بسته‌بندی مرغوب بکنن و کل دنیا صادر بکنن. ما تا که گرویده اقتصاد مزخرف همیشه در طول سالها ما بدبخش در سیستم فرستادن جنس در آب پاکستان وابسته باشیم. ما بریم میتونیم کشورهای مختلف کار بکنیم. این ربطی به شناختن افغانستان یا نشناختن افغانستان نداره. این یک مدیریت سالم کار داره، مدیریت که از دل جان در سراسر دنیا تاجرای خوب ارزشمند است و وظیفه بدیم برست در خصوص صادرات افغانستان کار بکنن. این هم خیلی مهم داره در قسمت توسعه اقتصادی پایدار در افغانستان. سپاسگزار هستم. خوشبختانه چکری صاحب بازم ارتباطشون با ما وصل شده. میخوایم امو پرسش از شما داشته باشم، چه برنامه‌های تشویقی را در حال حاضر حکومت میتونه برای سرمایه‌گذارها ارائه بکنه؟ خب اگر امارت اسلامی به خاطر تشویق سرمایه‌گذاران، به خاطر از اینکه بعضی سهولت‌ها را برشان فراهم بسازه، مثلا برشان زمین بده، به خاطر ایجاد تجارتخانه‌شان اگر در بخش صنعت باشه، تجارت باشه و یا در بخش زراعت باشه، امکانات زمین برشان فراهم بکنه، سهولت‌های برقه برشان مساعد بکنه و تعرفه‌ها و محصولات گمرکی که بالایشان میاد در اون بخشا کاهش برشان بدن. در اون بخشا میشه که تاجرها تشویق شود، خصوصا در تاجرها به خاطر انتقال پولیشان یک اندازه با مشکلات مواجه است که در بخشا امارت اسلامی باید برشان سهولت‌ها را مساعد بکنه و وقتی که پروژه انجام میشه به خاطر از اینکه پول برشان دوباره پرداخت میشه در اون بخشا سهولت‌ها برشان ایجاد بکنه. فقط تاجرها میخواد که یک تشویق و سهولت از طرف نظام حاکم برشان داده شود. ما مطمئن هستیم که تاجران به علاقمندی دارند به افغانستان که در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنند. بسیار تشکر. سپاسگزار هستم از آقای چکری که با ما فرصت دادن. بحث را با آقای فرهنگ ادامه میتیم. چکری صاحب از حضور شما سپاسگزار هستم. فکر میکنم که برنامه دیگرم دارن. فرهنگ صاحب میخوایم بحث را جنببندی بکنم. شما پیشتر در قسمت یک از چالش‌های عمده‌ای که مسائل بانکی بود و تجارت در افغانستان سنتی بود اشاره کردین. حالا حکومت این قسمت چه کار کرده میتونه وقتی که تعزیرات بین المللی است و به دلایل سیاسی این تعزیرات وضع شده، راه‌های بدیل که حداقل بتانیم این تعذیرات را دور بزنیم وجود داره؟ مثال ما جنس به صنعتکار ما که وارد میکنه، عملازی که وارد میکنه، قوانین پیشتر هم بود، الان هم به اون شکل است که از یا مسئول گمرکی میگیره. قوانین بین‌المللی تمام کشورها ایجاب میکنه که 7 سال تا 10 سال کسی که اجناس یا کارخانجات اجناس صنعتی وارد میکنه 7 تا 10 سال باید معاف از مالیات باشه، معاف از گمرکی باشه. بعد از اینکه کارش چرخش آمد، بعد امو گمرکی مالیات هر چی که میمونه او را باید بده. یکی از حمایت هاست که میتونه دولت حمایت بکنه. یک موضوع دوم نگاه کنین کشور همسایه ما را، اگه شما فکر کنین جمهوری اسلامی ایران در 45 سال است، 30 سال است در تحریم شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داره، اما ما شما در اون تحریم‌ها فعلا قرار نداریم، ما نیستیم، کدام قطعنامه تحریمی هم علیه افغانستان وجود نداره که شما اگر دقیق فکر بکنین. ما میتونیم به شیوه‌های مختلف این تحریم‌ها یا مشکلاتی که وجود داره ایرا دور بزنیم، به شیوه‌های مختلف میتونیم کار انجام بدیم، اما باید مدیریت سالم، مدیریت منطقی. یا مثلا می کشور ایران که من خدمتان عرض کردم، ببینید که چقدر تحریم بود، فعلا به تمام دنیا صادرات داره، به تمام دنیا مثلا تکنولوژی صادر میکنه، چی نظامی، چی غیر نظامی، چی دریایی، چی بحری. هدف ما ایسته که باید ما سخت پوشی بکنیم، زحمت بکنیم. تمام مسائل که شما فرمودین یا حل شدنی است، ایتو نیسته که یک سیاست و یک صحبتی را که یک کشور ابرقدرت کرد ما دیگه همیشه در او سیاست خمود و جمود مضبوط میمانیم و از او گل دیگه پای خود کشیدن نمیتونیم. اون تو نیست. ما میتونیم که بسیار کارا را انجام بدیم، ما میتونیم تکنولوژی وارد کنیم، ما میتونیم دلیگیشن های مختلف تاجرای در سراسر دنیا دعوت بکنیم، در خصوص فابریکات و کارخانه های خرد که به خاطر اشتغال زایی از او شروع بکنیم، تا مثلا تونل سالنگ تا بندای برق سروبی دو. فعلا بسیار زمینه خوبی است که سرمایه گذاری در سروبی دو جلب شوه، فیزیبیلیتی استدیش آماده است. یا مثلا در خصوص آبیاری دشت گنبیره، مثلا بهترین فیزیبیلیتی استدی در زمان سوئدیا در آورده بودند، او جلب سرمایه گذاری کنیم. یا آبنان میرلم، دشت میرلم در شمال افغانستان و ولایت قندوز، در اونجا مثلا سرمایه گذاری ها را جلب کنیم. این زمینه است، اما باید دولت یک چتر ایجاد بکنه، چتر حمایتی و یک پروپوزل به شکل منظم دوسیه های پروژه ها برای مردم ارائه شود، تاجرای خارجی، کنسورسیوم هایی که تشکیل میشه برای ازوای مسائل برشان ارائه شود، و بانک های بین المللی بخش دیگه باشه که برای ازو لابی صورت بگیره، کار صورت بگیره، صحبت صورت بگیره، و سفارت هایی که در افغانستان است از طریق از او شرکت هایی دارای تکنولوژی مادر هستند، یعنی مادر تکنولوژی هستند، در خصوص مثال تونل، در خصوص بند برق اوها دعوت شود. ما باید بدانیم که با کی صحبت بکنیم، با طرف ما کی باشه. نمیشه که ما یک تاجر مثال تیل بگیم که تو به سال بیا سالنگ درست کو، نمیشه. ای از خود کار مجزاست. باید سالانگه و کسی صحبت بکنیم که دارای تکنولوژی میباشه. دولت در تمام زمینه ها میتونه که تیمای بسیار خوب، تیمای مثال متحد، مومن، صادق ایجاد بکنیم که یارا پوشش بده و کار شدنی است. هیچ نوع تحریمی، هیچ نوع مشکلی شما فکر کنید که سطح رای ما و شما بودن نمیتونه. فقط یک چیز ما نیاز داریم، او اراده قوی، توکل به خدا، و هدف ما خدمتگزاری برای مردم باید باشه. این خیلی مهم است که در طول سالها متاسفانه شما میبینید که ما متاسفانه فیلمایی را که میبینیم، کسایی که دست اندر کار بودن بجز از خود قصدها باقی ماندن، دیگه هیچ چیز نماندن که مثال پروژه زیربنایی را درست بکنن که کل ما برشان دعا میکردیم. اما ما بتانیم به اساس اراده الهی کمکی بکنیم که در نام ما ماندگار باشه در تاریخ پر افتخار افغانستان، که اینی رژیم، اینی حکومت، اینی چی آمد، اینی تو چیزا از خود باقی ماند. درست است در زمان آقای غنی، در زمان آقای کرزی بسیار پروژه فیزیبیلیتی استدی شد، بسیار بندهای برق درست شده و قبلا هم بسیار پروژه خوبی ارائه شده بود. تو نبوده که کار نکرد. هدف از کلی هدفشان کار بوده. اما ای که کی کار تانسته، کی کار سطح راه بوده، مشکلات بوده. خب بالاخره آل ما باید این راه ها را تعقیب بکنیم، این راه ها را شدیداً حمایت بکنیم و تاجرای خارجی که میاد داخلی که میاد وارا حمایت بکنیم، یک چتر تشکیل بدیم و هر مشکلی که می داشته باشه نگذاریم که در وزارت ها بالا در وزارت امضا زیر بگی امضا زیر بگی، این با مشکل میخوره. شما در کشورهای پیشرفته از طریق اینترنت میشینی، اما لازم و ساعت میتونی 10 تا شرکت ثبت کنی در زمینه‌های مختلف. به این شکل ثبت شرکت آسان بسازن، ثبت کار آسان بسازن و واردات صادرات و گمرکات طوری بکنن که حمایت بکنن و بیمه ها را بیارن. خود این بیمه ملی افغانستان بیتنی شریک داره، بیمه ملی سننده او را بیارن. بیمه ها هم حضور داشته باشه در حمایت از سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.